بعد فردا با مدت به محض اعلام وضعیت هدف شلیک انجام خواهد شد. در پنجمین روز از رزمایش بزرگ محمد رسول الله، موشک‌های نور و نصر از سامانه‌های بومی ولایت پرتاب شده. یا محمد! یا محمد! یا محمد! آپس! موشک فوق دقیق ساحل به دریای نصر، ساخت متخصصین جوان صنعت دفاعی کشور. به هیچ عنوان هیچ نیروی قادر نخواهد بود که از این سد دفاعی عبور بکنه و وارد خاک عزیز ما بشه. با اقدام به موقع سامانه موشکی ولایت، اهداف متحرک دشمن در عمق آبهای شمال اقیانوس هند مورد اصابت قرار گرفت. در بالاترین سطح آمادگی هستیم. ما به همه مردم ایران قول میدیم که هر گونه تحرک خارجی تو منطقه را قاطعانه پاسخ بدیم. ما میتونیم به آمریکا ثابت کنیم که هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. پرتاب موشک ها با موفقیت انجام شد و این نشون دهنده اقتدار جمهوری اسلامی ایران هستش که در عرصه دریا میتواند اهداف دوردست رو مورد هدف قرار بده. همچنین بالگردهای ضد زیرسطحی SH-3D بر فضای منطقه رزمایش به پرواز درآمده و پس از شناسایی زیردریایی های دشمن با پرتاب اژدر آنها را منهدم کردند. امروز همچنین ناوگروه 32 نیروی دریایی ارتش توانست یک فروند نفتکش ایرانی را از چنگ 8 فروند شناور دزدان دریایی در ورودی تنگه باب المندب نجات دهد. نمایش اقتدار و توان دفاعی با پرتاب موشک‌های ساحل به دریای نور و نصر. در پنجمین روز رزمایش محمد رسول الله، نیروی دریایی با موشک‌های ساحل پایه نور و نصر که از سامانه‌های موشکی ساحل به دریای ولایت پرتاب شد، نیروهای مهاجم را هدف قرار داد. این قسمتی از توان موشک‌های ساحل به دریای نیروی دریایی بود که امروز شما در برنامه مشاهده کردید و این موشک‌ها با اقتدار، با برد مناسب، با دقت مناسب، قدرت تخریب مناسب و هوشمندی مناسب پرتاب شدند. موشک های نور و نصر از پیشرفته ترین موشک های ساحل پایه تولید شده در دهه اخیر هستند که پس از ارتقاء تجهیزات رهگیری و نصب سامانه های بومی رادار گریز به دست متخصصان داخلی با موفقیت پرتاب و به اهداف از پیش تعیین شده اصابت کردند. یکی از قابلیت های بسیار ضروری و حیاتی و تجهیز بالگرد های ضد زیردریایی به سامانه تسلیحات ضد زیردریایی شاهد بودیم که به صورت عملی پرتاب شد، آزمایش شد و خوشبختانه نتیجهش بسیار موفقیت آمیز بود. بالگرد های ضد زیرسطحی SH-3D نیز با پرواز بر فراز منطقه رزمایش پس از شناسایی زیردریایی های مهاجم با پرتاب اژدر آنها را منهدم کردند. پرتاب اژدر از بالگرد که برای اولین بار در این رزمایش مورد استفاده قرار گرفت، کلیه مراحل طراحی و بکارگیری آن توسط متخصصان جهاد خودکفایی نیروی دریایی انجام شده است. نیروی دریایی با شلیک انواع موشک با بردهای مختلف که به دست متخصصان داخلی، بومی و بهینه سازی شدند، بخشی از توان موشکی خود را در این مرحله از رزمایش به نمایش گذاشت. سامانه پدافند هوایی نیز امروز تامین امنیت برای اجرای مأموریت شناورهای سطحی و زیر سطحی نیروی دریایی را فراهم کرد. همچنین ناوشکن جماران و ناو پشتیبانی رزمی بوشهر که در قالب یگانهای حاضر در رزمایش به منظور تامین امنیت آبراهای بین المللی در محدوده شمال اقیانوس هند و خلیج عدن در حال انجام مأموریت هستند، یک فروند نفتکش ایرانی را از دست 8 فروند شناور دزدان دریایی در ورودی تنگه باب المندب نجات داد.